helpful apprentice. کارآموز مفید. There was once a small restaurant. People said that the best chef in the world worked there. یه وقتی یک رستوران کوچکی بود که مردم میگفتن بهترین آشپز دنیا در اونجا کار میکنه. But the chef was a horrible person to work for. اما آشپز یه آدم وحشتناک بود که کار کردن باش خیلی سخت بود. He was impolite and scolded his workers all the time. او بی ادب بود و غر میزد سر کارگراش همیشه. The chef had a young apprentice. The apprentice's first priority was to make the best food in the world. آشپز یک کارآموز جوان داشت. اولویت اول این کارآموز این بود که چطور غذا بهترین غذای دنیا را بسازه. He was happy to have a good teacher, but he didn't like the chef. او خوشحال بود که بهترین معلم داره برای آشپزی، اما از آشپز خوشش نمی اومد. The boy was a diligent worker, but the chef scolded him more than anyone else. پسر کارآموز کارگر سخت کوشی بود، اما آشپز بیشتر از همه به او گیر میداد و غر میزد. Then one day, the chef got great news. بعدها یک روز آشپز یک خبر عالی را شنید. The emperor wanted to have dinner there that night. امپراتور وقت میخواست که در رستوران آنها غذا بخورد، شام بخورد. He was very excited. او خیلی هیجان زده بود. He was working very fast and he made a mistake. او خیلی تون تون کار میکرد و باعث شد که یک اشتباه انجام دهد. He cut his hand with a knife and it started to bleed. دستش خودشو با چاقو میبره و شروع میکنه به خونریزی. The apprentice gave him a bandage, but the chef still couldn't cook. کارآموز با او یک چسب زخم میده یا باند میده، اما آشپز هنوز نمیتونه آشپزی کنه با دست زخمی. The chef started to panic. The apprentice tried to assure him everything will be okay. آشپز شروع میکنه به ترسیدن، اما کارآموز تلاش میکنه به او اطمینان بده که همه چیز خوب خواهد پیش رفت. He said, but the chef was still afraid. اما آشپز همچنان هنوز میترسید و ناراحت بود. Then they started to work together. They began to bond. The chef told the apprentice what to do. The boy cooked a great meal. شروع کردن با هم کار کردن و صمیمی شدن با هم. آشپز به کارآموز گفت که چیکار باید بکنه و پسرک کارآموز بهترین غذا رو اون شب پخت. As soon as they finished, the emperor arrived. He wore a beautiful robe made of soft fibers. به محضی که آنها آشپزیشون تمام شد، امپراتور وارد شد. او یک شال زیبا از پارچه نرمی پوشیده بود. He also had a massive crown. Everyone in the restaurant kneeled when the emperor came in. او همچنان یک تاج بزرگ بر سر داشت. وقتی او وارد رستوران شد همه زانو زدند. The chef and the boy brought out his food. The emperor was used to luxuries. Would he like the food? آشپز و پسرک کارآموز غذای امپراتور آوردند. امپراتور عادت داشت به تجملات و جاهای لوکس و غذاهای لوکس. آیا او این غذا را دوست خواهد داشت؟ The emperor loved the food. After his departure, the chef was very proud and very thankful to his new friend, the apprentice. امپراتور غذا رو خیلی دوست داشت. بعد از رفتن امپراتور، آشپز احساس افتخار کرد و بسیار متشکر بود از دوست جدیدش که همون کارآموز بود.